کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را اعلام کرد. به اساس این استراتژی دسترسی به اطلاعات حق مردم خوانده شده و تاکید شده که باید به آنان آگاهی داده شود، ظرفیت ها افزایش یافته و به خواسته هایشان پاسخ داده شود. مسئولین کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات همچنان خواستار تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات شدند. از سوی هم رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که هنوز باورمندی به دادن اطلاعات در ولایت ها وجود ندارد و بسیاری از نهادهای حکومتی به بهانه حفظ اسرار از دادن اطلاعات به شهروندان کشور خودداری می کند. اما آیا استراتژی جدید خواهد توانست مشکل دسترسی به اطلاعات را حل کند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانم آقای سید اکرام افضلی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی و اطلاعات، و تا دقایق دیگر هم آقای مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی با ما خواهد پیوست. آقای افضلی، به بحث ما خوش آمدین. حالا برای چی استراتژی جدید اعلام کردین؟ این استراتژی چقدر شهروندان را به دسترسی به اطلاعات کمک میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بینندگان عزیز. سلام بر شما. داشتن استراتژی دسترسی به اطلاعات به معنای ازی است که ما یک نقشه راه واضح برای اهدافی که می‌خوایم برسیم ایرا داریم و تمام یافته‌هایی را که ما در دو سال گذشته از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات داشتیم و چالش‌هایی را که مواجه شدیم و نیازمندی‌هایی که وجود دارد به خاطر ازی که یک فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان ترویج شود، با داشتن این استراتژی اقلا ما یک پلان واضح برای آینده داریم، یک دیدگاه واضح برای آینده داریم. ای که استراتژی واقعا چقدر تطبیق میشه برمیگرده به ای که حکومت وحدت ملی در کل چقدر اراده تطبیق از این قانون را داره و اراده تطبیق استراتژی که امروز نشر شد در بین سران حکومت وحدت ملی و همچنان در بین سران ادارات که باید در قسمت تطبیق قانون اینا همکار باشن، این اراده وجود دارد. کمیسیون به این باور است که ما برای از اینکه فرهنگ دسترسی به اطلاعات را در افغانستان ترویج کنیم، ما باید یک راهکار واضح باید داشته باشیم و به این دلیل بود که ما تمام یافته های دو سال خود را در این استراتژی گنجانیدیم. البته ما اما طرز کار ما قسمی بود که ما خواستیم تمام اداراتی که زیرت هستن اونا رو هم با خود داشته باشیم، چالش هایی که اونا مواجه هستن او رو هم ما بشنویم و راه های حل را مشترکاً ما پیدا بکنیم. حالا پیدا کردین راه های حل را؟ خوشبختانه که در استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات راه های حل که تا جایی که ما تانستیم برایش فکر بکنیم و مشوره کردیم با تمام جوانب زیر داخل، این را در این استراتژی گنجانیدیم. البته ما از مدیریت انتباه پذیر و یا هم از روش های مدیریت به اساس یادگیری یا Learning Based Management استفاده میکنیم تا ما در تطبیق از این استراتژی وقتی با چالش ها مواجه میشیم، وقتی چیزهای نو را میاموزیم در تطبیق استراتژی، همه زیر پس ما در استراتژی انعکاس بدیم و یک استراتژی داشته باشیم که فقط روی کاغذ نباشه بلکه در عمل ای پیاده شود. حالا آقای افضلی، دسترسی به اطلاعات یکی از حقهای اساسی شهروندان گفته میشه و شما شاهد هستین که خبرنگاران چقدر با مشکل مواجه هستند تا یک اطلاعی را از مقامات حکومتی دریافت بکنن. فکر میکنید که بعد از این استراتژی این مشکل حل خواهد شد و مقامات حکومتی این استراتژی را تطبیق خواهد کردن؟ ببینید، این استراتژی در ذات خود یک راه حل میتونه باشه، اما با ساختن استراتژی تمام مشکلات ما حل نمیشه که توقع داشته باشیم فردا همه مشکلات ما حل است. استراتژی نقشه راه ماست و این نقشه راه باید تطبیق شود. تمام جوانبی که خواهد شد، تمام جوانبی که مسئولیت دارن که باید استراتژی رو تطبیق کنن، چون این استراتژی ملی است. این استراتژی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات نیست فقط، این استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات است و تمام جوانب زیر داخل باید که مسئولیت های خود را باید درک بکنن. ببینید، اگر حکومت وحدت ملی تعهدات را که سپرده که اینا یک حکومت شفاف را به میان خواهد آورد و مردم پاسخگو خواهد باشند، به اساس از امو ما چیز را که در استراتژی گنجانیدی می بود که قانون دسترسی به اطلاعات باید در قدم اول تعدیل شود. تعدیل از این قانون همکاری پارلمان کار دارد، تعدیل از این قانون
فعلا همکاری رئیس جمهور افغانستان را کار دارد و یک اراده را از طرف از اونها کار دارد که مسوده را که ما آماده کردیم که بهترین قانون دنیا خواهد شد اگر به این شکل قبول کنه حکومت، این اراده را کار داره از طرف از اونها. اما آقای ما نمیتونیم که خود ما قانون را توشیح کنیم، ما نمیتونیم خود ما قانون را تعدیل کنیم. بله آقای افضلی، بنان یک همکاری همه جانبه نیاز است که مقامات حکومتی تنها تعهد میتن، رئیس جمهور اگر در عرصه های مختلف ببینیم تنها تعهد میتن، فکر میکنید که تعدیل خواهد کرد قانون را؟ من یک مورد گفتم، موارد زیاد دیگه وجود دارد. ما تلاش ما از کمیسیون که ما یک دیدگاه واحد را به خاطر ایجاد فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان پیدا بکنیم و این دیدگاه واحد از این نقطه شروع میشه که ما یک استراتژی داشته باشیم که جوانب زیر داخل بالای از او کار کرده باشد و احساس مالکیت ازیره کنند. امروز شما دیدین که نهادهای مختلف در برنامه ما اشتراک کردن، تعهد سپردن که اینا بالاخره در قسمت تطبیق استراتژی همراه ما همکار خواهد باشند. کمیسیون مسئولیتش این است که نظارت بسیار جدی همانطور که از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات داشته، از تطبیق استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات همین نظارت را انجام بده و ارزیابی خود را خواهد داشتیم. ما هر نهادی که مسئولیت دارد در تطبیق استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات، اینا اگر وظایف خود را به شکل درست انجام بدن از طرف ما تقدیر خواهد شدن و به مردم افغانستان اینا معرفی خواهد شدن، کارهای خوبشان به مردم معرفی خواهد شد. اما نهادهایی که در قسمت تطبیق قانون و در قسمت تطبیق استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات سهل‌انگاری میکنن و اراده ندارن به خاطر تطبیق از این استراتژی، اونا هم به مردم معرفی خواهد شدن و بالاخره از راه‌های قانونی مسئولیت‌های ما که ممنونتا. هست ما به اونا برخورد جدی خواهد داشت. آقای خلوتگر، به بحث ما خوش آمدین. حالا حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی شهروندان است، ولی شما شاهد هستین که شهروندان و مطبوعات در این راستا با مشکلات گوناگون مواجه هستند. در اکثر موارد چیزی را که امروز رئیس اجرایی هم به او اشاره کرد، به این که اسرار است و نمیخواهند به خاطر منافع عامه اون اسرار را افشا بکنن، حق دسترسی شهروندان سلب میشه. امروز هم یک استراتژی تازه اعلام شده تا این مشکل حل شود. واقعا فکر میکنید که این استراتژی خواهد توانست که حق دسترسی، مشکل حق دسترسی به اطلاعات را حل بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به جناب آقای افضلی، شما و تمامی مخاطبین. من فکر میکنم استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات که امروز رسما معرفی شد، از چند نگاه میتونه قابل مکس و بررسی باشه. اولی که این استراتژی بر مبنای معضلات و چالش هایی که ما در دو سال اخیر حداقل با شکلگیری و ایجاد کمیسیون شاهدش بودیم، بر مبنای اون مشکلات و قطعا بر مبنای قوانین رایج در این زمینه ایجاد شده. وقتی ما بر اساس مشکلات عینی رای حل پیشنهاد میکنیم، قطعا اون رای حل میتونه کارایی داشته باشه. یک مسئله. مسئله دوم، این استراتژی ملی در کنار از این که بیشتر روی چالش های دسترسی به اطلاعات از دید نظارتی میپردازه، در جریان ایجاد و شکل گیریش در با نهادهای مختلف او رقمی که گفته شد صحبت شده و دیدگاه ها و نظریات نهادهای مختلف، نهادهای مرتبط در زمینه دسترسی به اطلاعات را در خود داره. وقتی مشوره و صحبت میشه و از یک دیدگاه به مسئله نگاه نمیشه، قطعا میتونه یک چیز کارا، یک سند کارا باشه. اما از طرف دیگه البته این جای قدردانی داره از کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، که قدردانی بکنیم و تشکری بکنیم به خاطر این سند و اصلاح سند ملی. اما از طرف دیگه وقتی ما میاییم مشکل دسترسی به اطلاعات را میبینیم، در زمینه های مشکل و مراتب فراتر از او چیزی است که ما فکر میکنیم. امروز آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی یک اعتراف بسیار جالب داشتند در مقابل رسانه ها و در مقابل مردم. اعترافشان این بود که خب تلویحاً گفتند که یکی از نهادهای نظامی بر سخنگویی های خود میگه که تعداد تلفات را نگوین برای خبرنگاران. شما ببینید به این اندازه است که رئیس اجرایی که یک طرفه از حکومت است یا یک رهبر از دو رهبر حکومت وحدت ملی است، حتی در این جریان هم به این جریان هم واقف است، ولی انگار نمیتونن این مشکل را حل بکنن. و فکر یعنی میکنید که در این استراتژی هم اون مشکلات اساسی بررسی نشده؟ یعنی دسترسی به اطلاعات یک مشکلی که وجود دارد در افغانستان، یک مشکل بسیار کلان است
قسمت از این مشکل را مسئله ایجاد یا موجودیت این استراتژی میتونه حل بکنه. یک قسمت دیگه این مشکل مثلا ما نبود قانون طبقه بندی اطلاعات را فکر میکنیم با او حساب است. مثلا ای که میگن فلان مسئله راز یا اسرار حکومت است، خب ما تا وقت راز یا اسرار حکومت را تعریف نکنیم که چیست، به این مشکل هیچگاه نمیتونیم فائق بیاییم. و قانون طبقه بندی اطلاعات است که این مسئله را روشن میسازه. سپاسگزارم. ادامه بحث را پس از میان برنامه کوتاه بیننده باشید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای افضلی، حالا آقای خلوتگر میگن که مشکل فراتر از آن است که شما فکر میکنین و نبود قانون طبقه بندی اطلاعات یکی از مشکلاتی است که باید در این راستا به او پرداخته شود. چرا به او پرداخته نمیشین؟ خب من فکر میکنم چیزی که آقای خلوتگر میگن دقیقاً چیزی است که من قبلا گفتم. استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات یک سند مهم است که میتونه ما را در راستای حل مشکلات دسترسی به اطلاعات کمک کنه، اما خود سند نمیتونه که همه چیز را حل کنه. موارد را که آقای خلوتگر اشاره کردن به شمول ساختن قانون طبقه بندی اطلاعات در این قانون، در این استراتژی گنجانیده شده. و البته یکی از موارد است که خود آقای خلوتگر و دوستان دیگه که در چندین جلسه که ما داشتیم به خاطر ساختن استراتژی این مسائل از طرف اینا مطرح شد و بالاخره جزء استراتژی شده. اما ساختن از این قانون کار حکومت است. ما میتونیم طرحش را آماده کنیم، اما طور که طرح مسوده یا طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات را ما آماده کردیم که بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در دنیا خواهد شد اگر حکومت افغانستان به این شکلی را قبول بکنه. ما میتونیم که طرح قانون طبقه بندی اطلاعات را هم ما آماده کنیم، اما این باز برمیگرده به پارلمان افغانستان، این برمیگرده به رئیس جمهور افغانستان که آیا اینا این طرح ما را میپذیرن نمیپذیرن، آیا اینا چقدر وقت به خاطر از این خواد گرفتن. آقای خلدگر اینجا تشریف دارن، ما یک جا با هم کار کردیم برای اینکه این قانون که فعلا داریم، قانون دسترسی به اطلاعات که مشکلات بسیار زیاد داره، به خاطر از این قانون که قانون ضعیف هم است از نگاه ما، برای این بسیار زیاد کار کردیم. 5 سال مسلسل آقای خلدگر شاهد هستن که ما با هم هر روز برنامه می داشتیم، با حکومت جلسات داشتیم، دادخواهی کردیم تا بالاخره و این تلاش های تمام رسانه های افغانستان و جامعه مدنی افغانستان بود که امروز ما صاحب قانون دسترسی به اطلاعات هستیم و کمیسیون دسترسی به اطلاعات هستیم. ما تلاش خود را به حیث کمیسیون هم ادامه خواهد دادیم که ما قوانین را که نیاز داریم، طرزالعمل هایی را که نیاز داریم، مقرره هایی که نیاز داریم به خاطر ساختن یک محیط سازگار برای دسترسی به اطلاعات، این تلاش های خود را ادامه خواهد دادیم. اما طبیعی است که به خاطر تطبیق از این استراتژی نیاز است که تمام جوانب زیر دخل مسئولیت خود را درک بکنند، و اگر اینا مسئولیت خود را درک نکنند، چنان که ما در گذشته صدای خود را بلند کردیم و مسئولین را مخاطب کردیم، مردم را آگاه ساختیم از اینکه کیهای هستند در داخل حکومت افغانستان که فقط شعار میتن و بالاخره وعده های خود را عملی نمی کنند، ما اونا را به این موارد را بسیار به شکل واضح به مردم افغانستان گزارش دادیم و در آینده هم این کار را انجام خواهد دادیم. سپاسگزارم. آقای خلوتگر، حالا شما اراده حکومت را چگونه می بینین در راستای تطبیق این استراتژی؟ واقعا حکومت آنگونه که باید عمل کنه عمل خواهند کرد؟ حکومت اگر هدف مثلا دو تا رهبر حکومت وحدت ملی باشه، قطعا اینا در مجامع عام همیشه حمایتشان و پشتیبانیشان را از حقوق اساسی شهروندان و خصوص حق دسترسی به اطلاعات نشان میدن. اما گفته میشه که این اظهارات تنها شعاری است. حالا امروز رئیس اجرای خلاها را پذیرفت، ولی شما شاهد هستین که در 3 سال گذشته هیچ اقدامی نشده در این راستا. ما میخواییم بگیم که اما شاید دلایل دیگه برای از این که در درون حکومت افغانستان یک اراده برای عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات و برای اجرایی شدن پالیسی ملی دسترسی به اطلاعات یک دلایل دیگه باشه، ما به باور ما فساد کلانی که در نظام است و افرادی که در نهادهای حکومتی، در رأس نهادهای حکومتی قرار دارند و دخیل بودن از اونا در فساد، خود از این باعث میشه که دسترسی به اطلاعات محدود شود، به خاطر که
بسیار به صورت طبیعی منافع مردم با منافع از اونا در تضاد واقع میشه و قطعاً کسایی که در رأس هرم قدرت هستند در هر لایه حکومت اونا طرفداری از منافع خود دارن و بسیار طبیعی هم است با توجه به وضعیتی که ما در افغانستان داریم. مسئله دیگه برخورد سیاسی با ارزش‌های بشری و ارزش‌های شهروندی است، مثل دسترسی به اطلاعات. حتما آقای افضلی شاهد هستند، مصوبه قانون دسترسی به اطلاعات که از طرف شورا به تصویب رسیده بود ماها شاید سالها در روی میز آقای کرزی بود و او به دلیل همی برخورد سیاسی را امضا نمی‌کرد. قطعا وقتی امضای یک قانون، یک سند تقنینی قدر طول می‌کشه، عملی شدنش به مراتب بیشتر از او. در روز دوم حکومت وحدت ملی به تاریخ 8 عقرب سال 1393 اگه اشتباه نکنم قانون دسترسی به اطلاعات توشیح شده. ما امروز در نهادهایی که حکومت افغانستان داره، حداقل در کابل نهادهای ملیش و نهادهای مرکزیش، ما در تمام شاهد ایجاد دفتر دسترسی به اطلاعات نیستیم. ما حتی افراد را که بجز از تعداد 60 و چند نفر فکر کنم کمیسیون دسترسی به اطلاعات اونا را آموزش داد، بجز از این دیگه چه افراد را ما شاهدش نیستیم که آموزش ببینند. در موارد در نهادهای حکومتی حتی شامل بودیجه معاش کسایی که بر دسترسی به اطلاعات و برای ارائه اطلاعات باشه وجود نداره در بودجهشان. این مشکلات است که گیریم اراده در بین دو تا رهبر وجود داشته باشه، ولی قطعا دو تا رهبر خودشان کارایی از این وظیفهشان این نیست. بله. اما مشکلات را که آقای خلوتگر حالا شما اشاره کردین ظاهرا دیده میشه که ارادی وجود نداره، در رابطه با راه حل بگوین چه باید شود؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید. اولی که رهبران حکومت وحدت ملی هم آقای غنی و هم آقای عبدالله به صورت واضحی، چی به صورت کتبی چی به صورت تصویری صدایی به مردم افغانستان و به نهادهای مرتبطشان ایره واضح بسازن که کسایی که مخل جریان آزاد اطلاعات است اونا را به دستگاه عدلی و قضایی مسپارن بر مبنای قانون. مسئله دیگه، مسئله پیگیری قضایای خشونت علیه روزنامه‌نگاران که رابطه به دسترسی به اطلاعات داره میتونه باشه. مسئله دیگه آنچه که امروز آقای عبدالله گفتن که یکی از نهادها وزیرش یا در رأسش هر کی بوده بر سخنگوی خود میگه که تعداد تلفات را کم بگو، حداقل اون نفر آقای عبدالله مشناسه، به عنوان نمونه امینا را در فرایند عدلی و قضایی بگذارن. من فکر میکنم قسمت کلانی از مشکلات ما حل میشه که ایجاد یا خامنگاری قانون دسترسی، قانون طبقه بندی اطلاعات یکی از مسائل بسیار مهم دیگه است که در این راستا ما را میتونه کمک. ممنونتون. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.